به ما میگن فلان چیز بدآموزی داره، نخونش یا نگاش نکن، قیافمون اینجوری میشه. این قیافه کسیه که منتظر دوروبرش خلوت بشه تا بره تحتوی قضیه اون چیزی که بهش گفتن ممنوعه رو در بیاره. معلم خصوصی براش گرفتن، 8 جا هم کلاس تقویتی میره، باز نمرش میشه 8. بعد برای عکسی که باباش گفته نباید ببینی، میره یه فرمول فیزیک کشف میکنه، فرمولی که میگه رمز گاف صندوق پدر برابر است با فاصله بین 2 لولای گاف صندوق ضرب در مجذور ارتفاع گاف صندوق. حالا وقت عکسه چیه؟ بابای باباش وصیت کرده بوده راضی نیستم اون عکسو کسی ببینه، بیشتر نمیتونم توضیح بده. بنابراین یکی از راه‌های تحریک بعضی از افراد گذاشتن تله‌های بدآموزیه. مطمئن باشین اگه به کارفرمای آزادراه تهران شمال میگفتن ته این آزادراه یه چیزی هست که خوبیت نداره ببینی، تا الان آزادراه شمال تموم شده. غم‌انگیزه که چیزایی که به نفع خودمونه و وظیفمونه که انجامش بدیم رو با وعده بدآموزی به خوردمون میدن. واسه اینکه طرف ایمیل رو باز کنه تو قسمت موضوعش نوشته عکس کمتر دیده شده ای از مهران مدیری، بعد بازش که میکنی نوشته دوست عزیز مدت بیمه شخص سالس خودروی شما به اتمام رسیده، لطفاً اقدام فرمایید.